من فکر می‌کنم بهتری بازی تاریخ فوتبال ایران باشه. و شمارش معکوس برای دیدار ایران با قهرمان 5 دوره جام جهانی فوتبال در امارات. تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار تاریخی امشب به مصاف تیم ملی برزیل می رود. این دیدار دوستانه که در شهر ابوظبی امارات برگزار می شود در کانون توجه رسانه های جهان قرار گرفته است. تیم ملی ایران یک شنبه گذشته در فینال رقابت های غرب آسیا در اردن مقابل تیم جوان کویت با نتیجه 2-1 شکست خورد و به نایب قهرمانی بسنده کرد. ایران در حالی مقابل تیم برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی به میدان می رود که این بازی از سوی بسیاری از کارشناسان حاصل روابط نزدیک دیپلماتیک دو کشور است تا ارتقای سطح فوتبال ایران. مانو منزس سرمربی تیم جوان برزیل در مورد دیدار مقابل تیم چهارم آسیا به خبرنگاران گفت او تنها مسئول مسائل تاکتیکی تیم است و به وجوه دیگر این بازی توجهی ندارد. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پیش از دیدار با برزیل گفت برزیل یکی از تیم‌های بزرگ دنیاست و بیشترین فوتبالیست‌های نامدار جهان در این سرزمین به فوتبال جهان معرفی شدند. از همین رو تمام بازیکنان و مردم ایران از اینکه یک دیدار مهم را مقابل یکی از بزرگترین تیم‌های دنیا انجام می‌دهیم خوشحال هستند و ما سعی می‌کنیم در این دیدار در حد نام ایران ظاهر شویم. گزارش از ابوظبی از فروش اندک بلیت این مسابقه حکایت دارد. خبرهای ورزشی امشب با علی امادی. امشب خبر مهم بازی دوستانه ایران با برزیل. علی، ایران تیم ملی ایران با تیم ملی برزیل قبلا بازی کردن یا بازی در سطح ملی نبوده؟ در سطح ملی نداشتن به غیر از یه بار تیم ملی امید، اما در سطح باشگاهی تیم‌های برزیلی به ایران اومدن و مهمترینش برمیگرده به اردیبهشت سال 1951. تیم سانتوس برزیل به همراه پله اسطوره فوتبال به تهران اومدن 5-1 بکنم که ایران رو شکست دادن، اما در سطح ملی نخستین بار هستش که دو تیم مقابل هم قرار میگیرن. خبرهای زیادی اومده بود در مورد اینکه مشکل تهیه بلیط داشتن، گفتن ورزشگاه حدود 60,000 ظرفیت داره، قرار بوده چیزی پیش بینی می‌کردن حدود 20,000 تا بلیط فروخته بشه ولی ظاهراً 7,000 تا بلیط بیشتر فروخته نشده. درسته؟ البته خب ایرانی‌ها هم همیشه دقیقه 90 برای بلیط خریدن بلیط اقدام می‌کنن، امکان داره که به استادیوم بعد برن، استادیوم ابوظبی که برای خرید بلیط، اما به حال تا 40 دقیقه دیگه مشخص میشه که تعداد. ولی ظاهرا بلیط فقط در ورزشگاه بن زاید میتونستن برن تهیه کنن. نه، از قبل در باجه‌های میتونستن بخرن، اما روز آخر فقط از ورزشگاه بعد خرید میکنن. به هر حال 40 دقیقه دیگه این بازی شروع میشه و به گزارش رویترز دیدار تاریخی تیم برزیل با ایران تنها با 4 بازیکن مونده از جام جهانی برگزار میشه. مانو منزس سرمربی برزیل که بعد از ناکامی این تیم در مسابقات جام جهانی جایگزین دونگا شده، قصد داره تیم جوان رو راهی میدان بکنه و چهره هجومی به این تیم بده. به همین دلیل او تنها 4 بازیکن از شرکت کنندگان در جام جهانی رو به اردوی این تیم دعوت کرده و گفته که قصد داره شیوه دفاعی دونگا رو که به مزاج فوتبال دوستان اون کشور خوش نیامده رو به بازی هجومی تغییر بده. او در کنفرانس خبری پیش از این بازی گفت که گاهی اوقات روش بازی باید عوض بشه. در بعضی جام‌های جهانی که اتفاقا برزیل به قهرمانی هم رسیده بازی خوبی انجام نداده، ولی در برخی دیگر از بازی‌ها عالی ظاهر شده. او هدف خودش رو ارائه بهترین بازی ممکن اعلام کرد و اضافه نمود که می‌خواد تیمش بیشترین تسلط رو بر توپ داشته باشه و به روش ویژه برزیلی‌ها بازی کنه. تیم ملی برزیل دوشنبه هفته آینده با اوکراین روبرو میشه. این بازی همچنین دیدار خداحافظی کریم باقری بازیکن 37 ساله تیم ملی ایران از مسابقات ملی نیز هست. باقری که در جام جهانی 98 هم برای ایران به میدان رفته، در مجموع 86 تا بازی ملی 50 گل نیز هم برای تیم ملی ایران به ثمر رسونده. اما دیگر بازیکنان تیم ملی ایران هم احساس خوبی پیش از این دیدار داشتن. برزیل یکی از بهترین تیم‌های دنیاست، جای تعریف نداره. ما تمام فکر زکم انشالله اینه که بتونیم یه بازی خوبش آورمنده انجام بدیم که در حد اندازه ایران باشه. می‌دونیم که بازی می‌کنیم که تو تاریخ فوتبال ایران من فکر می‌کنم یکی از بازی‌های خوبه. من فکر می‌کنم بهترین بازی تاریخ فوتبال ایران باشه. بالاخره یه بازی بزرگه برای فوتبال ایران و بازیکن‌های ایران. همه به نوعی همه فوتبالیست‌های ایران و خیلی از کشورهای دیگه دوست دارن که جلو برزیل یه روزی بازی کنن. بزرگترین تیم دنیا، پر افتخارترین، خیلی بازی بزرگی میتونه.